ساخت خبرهم. مخالفت معاون رئیس جمهوری آمریکا با اعمال متمم قانون اساسی برای برکناری ترامپ، نمایندگان کنگره دوباره تشکیل جلسه دادند. حمله هوایی اسرائیل به شرق سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید مرگبارترین حمله در دو سال گذشته بوده. برخی مرغداری ها نمیدونم جاهای مختلف اینها دارن استفاده میکنن اینا. کشف 500 دستگاه استخراج بیت کوین در قم، وزارت اطلاعات ایران مأمور برخورد با مزارع غیرقانونی بیت کوین شد. و مبارزه با قاچاق پنگولین، متهم اصلی انتقال کرونا به انسان. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون بی بی سی فارسی. نمایندگان کنگره آمریکا برای بار دوم درباره استیضاح دونالد ترامپ تشکیل جلسه دادن. این جلسه دقایقی پیش شروع شده. نمایندگان کنگره میخواهند رئیس جمهوری را بابت آنچه تحریک به اغتشاش خواندند استیضاح کنند. آنها میگویند طرفداران آقای ترامپ به تحریک او وارد ساختمان کنگره شده و دست به تخریب زدند. طرفداران آقای ترامپ میخواستند جلوی تایید آرای جو بایدن و اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را بگیرند. خبرنگار ما سام فرزانه هم به ساختمان کنگره رفته، از اونجا با ما هست. همین حالا سام، جلسه شروع شده، کمی بهمون بگو چه گذشته در جلسه تا اینجا و تا چه زمانی نتیجه اعلام خواهد شد. یکی از نکات جالبی که دموکرات‌ها وقتی که شروع کردن جلسه رو به اون اشاره کردن این بود که اینجا خود محل جرمه، در واقع صحن مجلس جاییه که حمله شده بهش و همه هم دیدن در تلویزیون به صورت زنده و بعد از اون تصویرهای متعددی دیدن و به نظر اونها خیلی واضح و روشنه که میشه رئیس جمهوری آمریکا رو به دلیل اینکه تحریک کرده، کسانی که حمله کردن به کنگره آمریکا، میشه او رو استیضاح کرد. بلافاصله بعد از او یکی از نماینده های جمهوری خواه صحبت کرد و با لحن بسیار دوستانه تشکر کرد از همه پلیس هایی که اونجا کمک کردند به حفظ امنیت و چه و چه، و بعد از اون گفت که در واقع رئیس جمهوری آمریکا نتیجه انتخابات رو پذیرفته و حالا دیگه مسئله برای اختلاف نیست و اینها همه عجل است. نکته جالب در مورد این نماینده تام کول این هست که خود او یکی از کسانی است که همین 7 روز پیش، زمانی که این اتفاق افتاد، یکی از نماینده‌هایی بود که رأی داد که نتیجه انتخابات عوض بشه. یعنی همین این پیام اتحاد و همبستگی که دارن سعی میکنن بدن، همون کسانی که این پیام رو دارن الان میدن 7 روز پیش داشتن سعی میکردن که نتیجه انتخابات رو برگردونن و این به نظر نمیرسه که خیلی قابل قبول باشه از طرف حالا مردم آمریکا، که یک نظرسنجی اولیه نشون میده که اکثریتشون موافق استیضاح هستن و همینطور در میان همکارانشون برای عوض کردن رأی اونها و اینکه رأی ندن به این استیضاح. حمله که اتفاق افتاد سوال‌های زیادی رو در مورد امنیت کنگره و عملکرد پلیس در کنگره ایجاد کرده. امروز که تو اونجا رفتی شرایط آیا تغییر کرده؟ من مدت‌ها بود این همه سرباز، این همه کسانی که لباس سربازی بپوشن یک جا ندیده بودم که امروز دیدم. خیابون‌های اطراف، رسیدن به اینجا با اتومبیل که ممکن نیست، باید مسیر رو پیاده رفت و در تمام مسیر سربازان بسیاری بودن با لباس سربازی، پلیس بود با لباس پلیس و همینطور پلیس مخفی هم دیده میشد و من مجبور بودم چندین بار کارت خودم رو نشون بدم تا بتونم برسم. یک عکس خیلی جالبی هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه از نیروهای کمکی ارتش، گارد ملی آمریکا، که اینها شب رو روی سنگ‌های سرد کف ساختمان کنگره به صبح رسوندن و توی همین ساختمان‌ها شب رو گذروندن. به نظر هم میرسه تا حدود 1 هفته 10 روز آینده وضع در شهر واشنگتن همینطور باشه. امنیت رو میخوان بسیار بالا ببرن، برای اینکه تازه مشخص شده که FBI حتی از قبل هم هشدار داده بود نسبت به افزایش خطر تروریسم داخلی در آمریکا و این کسانی که میخوان مخالفت خودشون رو با شلیک گلوله یا
بمب بروز بدن و به نظر میرسه که حالا واشنگتن خودش رو آماده کرده، اما این احساس خطر فقط برای پایتخت آمریکا نیست، مراکز ایالت‌ها، شهرهایی که مرکز ایالت‌ها هستند و ساختمان‌های قانون‌گذاری اونها هم در اون شهرها وجود داره، اونها هم حالا محل خطر هستند و احتیاط در اونها بالا رفته. ممنون ازت ساما، در طول روز هم با تو خواهیم بود و ببینیم که در کنگره چه اتفاقی خواهد افتاد. چند خبر کوتاه. دادستان عمومی و انقلاب دماوند خبر داده که عباس میرزا کریمی، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست این شهرستان، با رگبار گلوله مهاجمان ناشناس کشته شده. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان اسلحه را به عنوان مظنونان اصلی نام برده. این حمله دیشب رخ داده. تهرانی‌ها دیروز آلوده‌ترین هوای سال را نفس کشیدند. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته در شبانه روز گذشته شاخص آلودگی هوا 174 بوده. او پیش بینی کرده که این آلودگی امروز و امشب هم ادامه داشته باشد. از شهروندان خواسته برای حفظ سلامتی خود از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند. او همچنین گفته که ماه دی فقط 3 روز هوای سالم داشته. جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از حقوق شهروندی جامعه اهل سنت در ایران دفاع کردند. نرگس محمدی، سعید مدنی، احمد منتظری، هاشم آقاجری و احسان شریعتی از امضا کنندگان این نامه هستند. آنها گفتند حقوق شهروندی همه ایرانی‌ها از تمام ادیان به شدت نقض می‌شود. مولوی عبدالحمید یک هفته پیش در نامه‌ای به رهبر ایران نوشته بود که سنی‌ها در این کشور شهروند درجه چندم به حساب می آید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید در حمله هوایی شبانه اسرائیل به مواضع نظامی در شرق سوریه دست کم 9 نظامی و 31 نفر از نیروهای خارجی متحد حکومت بشار اسد کشته شدند. این سازمان که به مخالفان حکومت سوریه نزدیک است می گوید این مرگبارترین حمله اسرائیل در 2 سال اخیر بوده. هنوز مشخص نیست که کشته شدگان غیر سوری از کدام کشور هستند، اما نیروهای خارجی متحد بشار اسد بیشتر از سپاه پاسداران، لشکر فاطمیون و حزب الله لبنان هستند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما هست. آقای سعدزاده، کمی بیشتر راجع به این حمله بهمون بگید، اهمیتش چه هست، چرا اسرائیل چنین حمله‌ای با چنین حجمی را انجام داده؟ حالا این دومین حمله است که اسرائیل در این سال جدید میلادی انجام میده در سوریه علیه مواضع ایران. اینی که از قریب‌ترین، غیرعادی‌ترین و وسیع‌ترین حملات اسرائیل به نیروهای ایران بوده در سوریه. 18 حمله صورت گرفته با هواپیماهای رادارگریز بوده، به 10 نقطه بوده، اغلب پادگان‌هایی بوده که محل استقرار نیروهای سپاه قدس و همدستان سپاه قدس، یعنی کتائب حزب الله عراق و فاطمیون و حزب الله عراق بوده. تعداد کشته شده ها مثل که مرتب افزایش پیدا میکنه. آخرین آمار 60 کشته که حالا این حملات انجام گرفته هم عده علت سیاسی ذکر میکنن و هم علت تاکتیکی ذکر میکنن. از جمله علت تاکتیکی این بوده که گویا یک ستونی از کاروانهای حامل موشک و اسلحه‌های سپاه قدس در حرکت بوده به طرف مرز اسرائیل و قبل از اون که اون به مرز اسرائیل به بلندی‌های جوران برسه اسرائیل حمله کرده. این چیزی است که روزنامه‌های اسرائیلی میگن و میگن که ممکن است که نیروهای ایرانی به اصطلاح مستقر در سوریه خواستن از این دوران خلع و این دوران گذاری که به هر حال در آمریکا وجود داره استفاده کنن و حمله کنن. عکسش هم صادقه. دیگران هم میگن که به اصطلاح منابع عربی میگن که آقای نتانیاهو از این دوران گذار استفاده کرده، چون خودش هم دولت خود آقای نتانیاهو هم در دوران گذار هست، هم طور که میدونی قراره مارس آینده انتخابات بشه، از این دوران گذار استفاده کرده. به هر حال حمله بسیار وسیع بوده و بی سابقه بوده. حاشا، وضعیت نیروهای ایرانی در سوریه چگونه است؟ آیا حضور اونها در طول چند ماه اخیر تغییری درش دیده میشه؟ اگر کوتاه بفرمایید. تغییر ایجاد شده. خود آقای، اگر به یاد داشته باشید، آقای ظریف در مصاحبه‌ای که با روزنامه با تلویزیون طلوع
افغانستان داشت اعلام کرد که ما حتی نیروهای افغانی رو بیرون کشیدیم و این افغانی‌های مبارز میتونن برگردن. ایران کم کرده ولی حضور داره، افسران بالای سپاه قدس وجود دارن و خود ایران هم میگه فعالیت‌های به اصطلاح مشاورتی ما انجام داره، ولی نیروهای حزب الله قسمت اعظمش از سوریه خارج شده. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. در ایران مسئولان شرکت توزیع نیروی برق میگویند 500 دستگاه استخراج بیت کوین را در استان قم کشف کردند. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم از دستور به وزارت اطلاعات برای برخورد با استخراج کنندگان غیر قانونی بیت کوین خبر داده. اخیراً در پی قطع مکرر برق در تهران و چند شهر دیگر ایران گفته شده که استخراج بیت کوین از دلایل رشد مصرف و فشار بر شبکه برق بوده. در ارتباط با بیت کوین اینکه گفته بشه اینکه دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه که اینکه اصلا یه جفاست، اصلا دولت که اصلا وارد این مسائل نمیشه، و اما اینکه در یک سال گذشته فشارهایی که بود و اینکه بیت کوین دستگاه اون دستگاه حالا ماینرش قاچاق وارد کشور شده بود و لذا دو بار در دولت، در کمیسیون‌های دولت مطرح شد، اومد در دولت و اینها باید برن از وزارت سمت اجازه بگیرن و وزارت نیرو هم تایید بکنه که چگونه استفاده بکنن. بر این اساس در یک حدی رو اجازه دادن، در اون حدی که اجازه دادن اینا معلوم هستن که کجا هستن، میتونه باشون ارتباط برقرار کنن و بهشون بگن که مثلا شما در این ماهای تابستان یا در این روزهایی که وارونگی هوا هستش شما استفاده نکنید یا روزهای سرد استفاده نکنید. البته امروز در دولت ادعایی هم شدش که علاوه بر اونهایی که اجازه گرفتن در برخی مرغداری ها نمیدونم جاهای مختلف اینها دارن استفاده میکنن، اینا که آقای رئیس جمهور دستور دادن که وزارت اطلاعات و وزارت کشور با جدیت دنبال بکنن و اگر که جایی هستش که داره استفاده میشه محکم با اینها برخورد بکنن، چون که الان دارن از حقی که مردم برای دمای منزلشون یا روشنایی خونه‌شون میخوان استفاده بکنن اینها برای این کار دارن استفاده میکنن. آرش حسنیان روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیان، صحبت‌های ضد و نقیضی در مورد این میزان مصرف برقی که برای استخراج بیت کوین هست میشنویم. از یه طرف میگن 1%، ولی حالا می‌بینیم که دولت هم وارد عمل شده. واقعیت ماجرا چیه؟ خب این یکی از نکات همیشگی در مسائلی است که در هم فضای اقتصادی هم دیگر فضاهای خبری و پدیده‌هایی که در ایران اتفاق می‌افته مشاهدهش هستیم. یعنی الان متهمان افزایش مصرف گاز، افزایش مصرف برق مختلف هستند. از مازوت سوزوندن در نیروگاه‌ها ما شنیدیم در این روزها، از مصرف بالای مردم و الگوی مصرف شنیدیم، تا اینکه با پیگیری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و شهر و خبرنگارها یک متهم جدید هم اضافه شد و اون استخراج کنندگان بیت کوین هستند و مصرف برقی که اونها دارند. این عدم شفافیت یا این صادق نبودن در واقع حاکمیت با ملت و بی‌اعتمادی بینابین به نظر میرسه که مشکل اصلی تمامی این پدیده هاست. یعنی الان دیگه حتی اگر مشکل اصلی جای دیگری هم باشه، با این اتفاقاتی که به طور مکرر تکرار میشه و تجربه میشه هیچ کس باور نمیکنه که چه اتفاقی افتاده. نشانه های فراوانی در دست هست از اینکه به هر حال استخراج بیت کوین در ایران به دلیل نرخ تعرفه برق ترجیحی، ورود برخی نهادهای نظامی و امنیتی به این موضوع، استفاده از برق مساجد، استفاده از برق مرغداری ها که برق ترجیحی هست و برق ارزانی هست، همه اینها نشانه هایی است و البته تمایل بخشی از حاکمیت برای انجام مبادلات و تبادلات مالی و ارزیش با استفاده از ارزهای دیجیتال در شرایط تحریمی، همگی بیانگر این هست که میتونه یکی از دلایل عمده مصرف بالای برق و افزایش مصرف همین استخراج بیت کوین باشه. در این حال کاهش
در واقع ورودی گاز نیروگاه ها و از مدار خارج شدن نیروگاه ها هم عامل دیگری است که بخشی از دولت، وزارت نفت، به اون اشاره میکنه به عنوان یکی از دلایل کمبود برق در ایران و خاموشی ها. در چنین فضایی واقعا پیدا کردن متهم اصلی یا پیدا کردن دلیل اصلی بسیار بسیار دشوار هست. و بسیاری هم راجع به همین نرخ پایین برق در ایران به نسبت کشورهای دیگه صحبت کردن. فکر میکنید واقعا حالا با توجه به همه اینا آیا زمان مناسبی باشه برای اینکه دولت بتونه نرخ برق رو فرضاً یا شاخصهای انرژی رو، برق و گاز رو تغییر بده؟ ببینید، قیمت‌گذاری های دستوری که با هدف حمایت از تولید یا با هدف حمایت از بخشهایی از جامعه در 40 سال گذشته اتفاق افتاده، در نهایت شاهد اون هستیم که در موارد متعددی به هدف گذاری خودش نرسیده. ناکامی سیاست ارز 4200 تومانی، قیمت گذاری دستوری بنزین و بعد قاچاق بنزین به خارج از ایران، یا مصرف بالای تولیدات خودروسازی داخلی، و در وضعیت فعلی نرخ پایین برق که این انگیزه رو ایجاد کرده برای کسانی که استخراج بیت کوین رو در دستور کارشون بذارن، همگی نشون از این داره که قیمت گذاری های دستوری در نهایت به نفع مردم و به نفع جامعه هم تموم نمیشه. یعنی امروز کسانی بیت کوین ها رو استخراج میکنند که عواید اون و فواید اون به ملت نمیرسه، برای اینکه همونطور که در این کلیپ کوتاه صدای آقای واعظی هم بود، این استخراج کنندگان نه مجوزی دارن که مالیات اون رو بپردازن، نه مشخص است که کجا دارن این کارها رو انجام میدن که نظارتی به اونها انجام بشه، و ورود دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های نظامی یا به هر حال سرمایه‌گذاران خارجی که رانت‌های خاص دارند باعث میشه که در نهایت منافع این استخراج هم به مردم از طریق پرداخت مالیات یا نظارت‌های دیگه واقعا نرسه به ملت. ممنونم از شما آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی با ما. نگاهی دوباره بکنیم به مهم‌ترین عناوین خبری روز. در پی مخالفت مایک پنس با اعمال متمم قانون اساسی برای برکناری دونالد ترامپ، نمایندگان کنگره آمریکا امروز دوباره برای استیضاح او تصمیم می‌گیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در مرگبارترین حمله هوایی اسرائیل به این کشور در دو سال گذشته دست کم 9 سرباز سوری و 31 نفر از نیروهای خارجی متحد حکومت این کشور کشته شدند. در ادامه این برنامه، مبارزه با قاچاق پنگولین متهم اصلی انتقال کرونا به انسان. دیروز محمود کیانوش، نویسنده، شاعر، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که سالهای طولانی در لندن زندگی کرد، در بیمارستانی در همین شهر در 86 سالگی درگذشت. از آقای کیانوش ده‌ها داستان و قصه و شعر و نقد ادبی منتشر شده. او سالها در بی بی سی فارسی هم فعالیت می‌کرد. کسرا ناجی در نگاهی به زندگی او می‌گوید آقای کیانوش استاد روزنامه‌نگاری در بی بی سی فارسی بود و زبان روزنامه‌نگاری مدرن ایران تا حد زیادی مدیون اوست. محمود کیانوش تا همین اواخر برای گفتارهای پراکنده و رشته گفتارهای معروف نامه از لندن به اداره می رفت. این در روز 80 سالگی او 6 سال پیش و یک جشن مختصر همکاران بی بی سی فارسی برای تولد او. بنده رو نمیگم شرمسار کردید، مفتخر کردید. اینم یه دونه آیپد مینیه، حالا باید داستانشو بعدم برای او رو همه دوست داشتن، اگرچه خیلی وقتا تند و عصبانی هم میشد و قهر هم میکرد. عنایت فانی شاید یکی از نزدیکترین دوستان او بود. درد بزرگش همیشه این بود که چرا مردم از خودشون شک نمی کنن و سوال نمی کنن و همه چیز رو همینجوری قبول می کنن. به همین دلیل هم یک کتابی که این اواخر نوشت، کتاب مختصر 200 صفحه‌ایه به نام بی شکی بی سوالی، که تمام بحثش راجع به همینه. محمود کیانوش نویسنده‌ای بود پرکار. صفحه ویکی‌پدیای او فهرست هایی دارد از مطالب منتشر شده او، از ده ها شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، نقد ادبی، آثار ترجمه و داستان های کوتاه برای کودکان. من اونجا چاپ شده به اسم شعر زبان کودکی انسان.
اشعار محمود کیانوش برای کودکان را سیمین قدیری در سالهای قبل از انقلاب در تلویزیون ایران اجرا کرد. اگرچه اشعار کودکان او بسیار شناخته شده است، اما محمود کیانوش خیلی دوست نداشت که تنها با آنها شناخته شود. مگه شما فقط برای بچه‌ها نمیگفتی؟ گفتم چرا؟ بزرگاشو نداریم اونجا. او تحت سه نام و تخلص مینوشت و فعالیت میکرد. علیزاده توسی برای کارهایش در بی بی سی فارسی، محمود کیانوش برای کارهای ادبیش و مصلح الدین زشکی آنجا که طنز مینوشت. شیخ مصلح الدین زشکی مال زمانی بود که یک برنامه طنز اجتماعی در واقع در بی بی سی درست می شد به نام مجله شفاهی و اونجا به اسم زشکی شعر می سرود و شعراش هم خیلی شعرهای درخشانی هم هست و نزدیک 1000 تا شعر هست در اونجا سروده. من تمام اون جمله رو برداشتم. اما برای خیلی از کارکنان بی بی سی محمود کیانوش استاد زبان روزنامه نگاری فارسی بود. جزوه های درست نویسی و نگارش خبر او راهنمای بسیاری از کارکنان بی بی سی طی چند دهه اخیر بود. و امروز زبان روزنامه نگاری فارسی مدرن تا اندازه زیادی مدیون اوست. روحشون شاد. یوتیوب هم دونالد ترامپ رو از ارتباط مستقیم با طرفدارانش محروم کرد. این شبکه اجتماعی دیروز ویدئوی جدیدی رو که در کانال آقای ترامپ بارگذاری شده بود حذف کرد. یوتیوب گفته این ویدئو خلاف سیاست‌هایش برای عدم تحریک به خشونت بوده. حالا آقای ترامپ حداقل 7 روز نمیتواند هیچ فیلم یا پخش مستقیم جدیدی در یوتیوب داشته باشد. پیش از این هم توییتر، فیسبوک و اسنپ‌چت حساب‌های شخصی رئیس جمهوری آمریکا را مسدود کردند. الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه، میگوید با پایان مراحل درمانش این هفته از آلمان به خانه برمیگردد. آقای ناوالنی گفته از سوء قصد به جانش قصر در رفته و حالا دلش برای روسیه تنگ شده. او طرفداران خود را به فرودگاه دعوت کرده تا قبل از پرواز به مسکو همدیگر را ببینند. آقای ناوالنی چند ماه پیش بر اثر مسمومیت با سم نوویچوک به کما رفت و برای مداوا به برلین منتقل شد. در ایتالیا محاکمه بیش از 350 متهم مافیا از امروز در منطقه کالابریا در جنوب این کشور آغاز می شود. این بزرگترین محاکمه متهمان مافیا در 30 سال اخیر در ایتالیا است. متهمان عضو مافیای خانوادگی این منطقه موسوم به اندرنگتا هستند و به اتهامهای از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر و پولشویی دستگیر شدند. برآورد شده که این شبکه تبهکاری 20,000 عضو در سراسر جهان داشته باشد. یک تیم تحقیقاتی در آمریکا میگوید شرکت چینی هواوی برای شناسایی اقلیت مسلمان اویغور در معابر عمومی اختراعی را به نام خود ثبت کرده. به اعتقاد این تیم تحقیقاتی، این تکنولوژی یکی دیگر از نشانه های استفاده چین از فناوری برای مبارزه با جمعیت مسلمان اویغور است. هواوی طراحی فناوری برای شناسایی گروه های قومی را تکذیب کرده. یکی از احتمالاتی که درباره منشأ ویروس کرونا مطرح شده، انتقال اون از خفاش به انسان از طریق پنگولینه، حیوانی نادر که پولک‌های زمختش در طب سنتی چینی طرفدار داره و شکار غیرقانونی و قاچاقش پر رونقه. نسل این گونه از پستانداران حالا به همین خاطر در خطر انقراض قرار گرفته. اندرو هاردینگ از آفریقای جنوبی گزارش میده. عملیات پلیس آفریقای جنوبی. یک گروه مظنون به قاچاق را با فریب به این پارکینگ کشاندند تا دستگیرشان کنند. 1 2 3 4 5 6 7 از داخل خودرو قربانی عجیب و با ارزشی نجات پیدا می‌کند. این پنگولین است، از موجودات در حال انقراض که از همه بیشتر قاچاق می شود. در طب سنتی چینی برای پولکایش بسیار ارزش قائلند، چیزی که پایه علمی ندارد.
پنگولین نر و پیر که زخمی و ضعیف است به سرعت به یک کلینیک ویژه پنگولین‌ها در جوهانسبورگ منتقل می‌شود، اما برای نجاتش خیلی دیر شده. این وضعش از همه خرابتره، آب بهش نرسیده، زخمهاش خیلی بده. اونقدر زمان طولانی در دست قاچاقچیا بوده که ایمنی بدنش ضعیف شده. به همین خاطر درمانش بیشتر طول میکشه و عفونت‌ها بدجوری بیشتر میشه. این گونه ای بسیار حساس و قدیمی است. تعداد محدودی از زجری که شبیه آدم ربایی است، جان سالم به در میبرند. قاچاقچیان ویدیوهایی مانند این را برای اثبات زنده بودن پنگولین ها به خریداران بالقوه میفرستند. امروز 6 مظنون بازداشت شدند. ضربه کوچک به تجارت مجرمانه‌ای که در آن پولهای هنگفت و خشونت زیاد است. وقتی از تجارت قاچاق نجاتشون میدیم، وحشت زدن، بدون اینکه دشمنی در طبیعت اطرافشون باشه. انسان باعث نابودیشون شده، وحشتناکه. پنگولین ماده جان سالم به در برد. حالا از او به خوبی در مکانی مخفی نگهداری میکنند. این حیوان بعد از اینکه دانشمندان درباره رابطه احتمالی آنها با سرایت کرونا تحقیق کردند، سر زبان ها افتاد. یکی از بی‌آزارترین موجودات زمینن، اما شواهد جدیدی از چین نشون میده که ممکنه پنگولین‌ها در به وجود آمدن و انتقال کووید 19 به انسان‌ها که اونها رو می‌خورن تأثیر داشتن. همچنین نظریه‌ای هست که میگه با مطالعه این حیوانات میشه از دستگاه ایمنی بدنشون چیزهای بیشتری درباره ویروس یاد بگیریم. همزمان یک تازه وارد به کلینیک آمده. 3 ماه است و خانواده‌اش قاچاق شدن. پنگولین ها بیش از 80 میلیون سال است که در کره زمین زندگی کردند. این روزها به خاطر کرونا به سرخط خبرها آمدند. اما انسان ها تا مرز انقراض شکارشان کردند. اندرو هاردینگ، بی بی سی نیوز، جوهانسبرگ. در پایان برنامه امروز تصاویر چشمگیری رو برای شما گلچین کردیم از پدیده موسوم به شفق قطبی. این تصویری رو که الان میبینید از سرزمین های هایلند اسکاتلند به دست بی بی سی رسیده در منتهای لیه شمالی جزایر بریتانیا. باقی تصاویر هم از گوشه و کنار اسکاتلند هستند. این پدیده زمانی اتفاق میفته که ذرات باردار خورشید به جو زمین برخورد میکنن. این نورها رو فقط وقتی آسمان بدون ابر و تاریک باشه میشه تماشا کرد. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری و ممنون که بیننده بی بی سی فارسی هستید.